تلویزیون کانال جدید بفرمایید، شما روی خط هستین، صحبت کنید. با عرض سلام حضور جناب آقای میکا و همکارای محترمتون در این شبکه و بینندگان عزیز این شبکه، اگر اجازه بفرمایید در برنامه‌تون شرکت کنم. خواهش میکنم، سلام به شما و خوشحالم که صداتون میشنوم، بفرمایید صحبت کنید. سپاسگزارم. من در ابتدا 22 سالگرد تشکیل حزب کمونیست کارگری رو به شما عزیزان و همه اعضا و فعالین این حزب تبریک عرض میکنم و در اینجا میخوام یاد بکنم از زنده یاد منصور حکمت، بنیانگذار و رهبر سیاسی حزب کمونیست ایران و حزب کمونیست کارگری ایران، یادش گرامی. من در اینجا میخوام از فرصت استفاده بکنم و در راستای 22 سالگرد تشکیل این حزب به کاری از خدمات این حزب اشاره بکنم. برچسب پوشیده نیست که این حزب در طی این سالها چه خدماتی به حقوق بشر در ایران و دنیا کرده. از شما بینندگان عزیز سوال میکنم، در تمام اپوزیسیون هایی که دم از ایران و ایرانی بودن میزنن، کدومشون برای نجات زندگی یک انسان وقت گذاشتن؟ کدومشون صدای زندانیان سیاسی بودن؟ کدومشون جنایات این رژیم رو در دنیا فاش کردن؟ کدومشون صدای زنان ایران بودن؟ کدومشون از حقوق کودک دفاع کردن؟ کدومشون جنایت سنگسار رو به دنیا معرفی کردن؟ آیا کسی جز این حزب و اعضای این حزب رو سراغ دارید که چنین خدمات ارزنده‌ای رو برای ایران و ایرانی و دفاع از حقوق اونها در دنیا انجام داده باشه؟ مطمئنم سراغ نداریم. مردم عزیز ایران، ما باید ابتدا تکلیفمون رو با خودمون روشن بکنیم، ببینیم چی میخوایم. آیا میخوایم حقمون رو از این رژیم جنایتکار بگیریم یا نه؟ یا هنوز میخواییم به این ذلت و خاری تن در بدیم؟ یا منتظر امداد غیبی بمونیم؟ یا در انتظار باشیم غرب یا آمریکا برامون کاری انجام بده؟ ما نباید اجازه بدیم این جنایتکارها با ما مردم مثل برده و کنیز و غلام حلقه به گوش خودشون رفتار بکنن و ما رو مثل عروسک خیمه شب بازی به هر طرفی که بخوان بچرخونن. آیا این جنایتکارها در طول این 35 سال جز حمایت از تروریسم و حفظ موقعیت خودشون برای ما کاری کردن؟ آیا جز گسترش فقر و بیکاری و فحشا و اعتیاد و کودکان کار و بدبختی و فلاکت چیز دیگری رو در این 35 سال برامون به ارمغان آوردن؟ آیا دیگه وقتش نشده سازماندهی بشیم به جای اینکه بشینیم و بگیم چه کار کنیم؟ آیا وقتش نرسیده یک حزبی داشته باشیم که ما رو رهبری بکنه؟ مردم عزیز، روی سخنم با شما عزیزانه، آیا واقعا تا حالا به طور جدی با خودمون فکر کردیم چی میخوایم و توی حقمون رو از زندگی چی میخوایم و حقمون از زندگی چی هست؟ عزیزان من، هر کدام از ماها میتونیم یک راهکار ارائه بدیم و از بین اون راهکارها بهترین رو برای رسیدن به اهدافمون انتخاب بکنیم. بیایید فرصت رو از دست ندیم، نگذاریم دشمنانمون از تفرقه عقاید ما در جزئیات سوء استفاده بکنن، نگذاریم برای ادامه جنایاتشون زمان بخرن. برنامه هسته‌ای رو بلش کنیم، دردی از من و شما و مشکلاتمون و فقر و بیکاری دوا نمی‌کنه. فقط فرصتی به این جنایتکارها میده تا برای رسیدن به خواسته هاشون زمان بخرن. ما زمان رو نباید از دست بدیم، نباید هر یک دقیقه از وقت این برنامه رو که با هزار زحمت و هزینه از طرف عزیزان این حزب صرف میشه برای اجرای این برنامه با جر و بحث کردن سر شوروی و چین و کوبا و کمونیست تلف بکنیم. این حزب میتونه جواب خواسته های شما رو بده و حق شما رو از زندگی به شما برگردونه. حالا اسمش رو هرچی که دلتون خواست بگذارید، بیاید در این برنامه شرکت کنید. حتی اگه شده یک کلمه بگید چی میخواید از زندگی، خواستاتون چیه، توقعتون از زندگی چیه. اگر دیدید این حزب میتونه جوابگوی خواسته هاتون باشه، ازش حمایت کنید. آیا هنوز میخواییم سرمایه دارها به هممون زور بگن و همواره فاصله طبقاتی وجود داشته باشه؟ آیا هنوز میخواییم سرمایه دارها سرمایهشون چند برابر بشه و کارگر که تنها سرمایهش نیروی کارش هست، وقتی بیمار شد، وقتی دیگه نتونست کار بکنه، تلف بشه و هیچ آینده نداشته باشه، اون وقت سرمایه دار برای چند نسل بعد از خودش سرمایه جمع بکنه؟ روی سخنم با شما زنان عزیز ایرانه که خودم رو جدا از شما نمیدونم. آیا میخواییم هنوز خشونت رو تجربه بکنیم؟
همزمان با روز جهانی منع خشونت علیه زنان بر اساس تحقیقاتی که در ایران انجام شده 66% از زنان در ایران از ابتدای زندگیشون درگیر خشونت هستند و 53% از اونها در یک سال ابتدای ازدواجشون خشونت رو تجربه کردن. آیا هنوز میخواییم زن رو نصف مرد حساب کنن؟ آیا هنوز میخواییم ما رو از حق حضانت فرزندامون محروم کنن؟ آیا هنوز دستمزد ما باید کمتر از مردها باشه و در صورتی که یک زن کار بکنه فرزنداش نتونن پس از فوتش مستمری دریافت کنن و نتونن بیمه مادرشون رو بگیرن؟ مگر کار کردن ما زنها چه تفاوتی با مردها داره؟ در جامعه‌ای که با حقوق انسانی اداره بشه جنایت نمیشه که اعدام باشه. وقتی فقر و بیکاری نباشه دزدی هم نیست. وقتی جوانها تامین و آزاد باشن فحشا نیست، تجاوز نیست. وقتی آزادی عقیده و بیان باشه اعدام و زندانی سیاسی نیست. من تنها تمام آمال آرزوهام رو در این حزب میبینم. هر هموطن دیگه هم این طور فکر میکنه. استدعا دارم روی این خط بیاد و خواسته هاش رو مطرح بکنه. با سپاس از فرصتی که به من دادید، زنده باد حزب آزادی و برابری، زنده باد حزب کمونیست کارگری و مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر جمهوری فاشیست مذهبی. خیلی متشکرم از فرصتی که به من دادید. وقت همه شما عزیزان بخیر. خدا نگهدار. تشکر میکنم از نکات بسیار ارزنده‌ای که گفتین و در واقع بیانیه‌ای که بیان کردید از جانب زنی در این جامعه که میگه چرا باید به این حزب پیوست. تلویزیون کانال جدید، کاظم نیکا هستم، بفرمایید. الو، سلام، شب بخیر آقای نیکا، حال شما خوبه؟ تشکر میکنم، سلام به شما، حالتون چطوره؟ زنده باشید. آقای نیکا، میخواستم در رابطه با حزب کمونیست کارگری عرض کنم خدمتتون. من نمیدونم چرا مردم خوابن. الان در حالی که اومده جهان، یعنی 5+1، یه لجام درست حسابی زده تو دهن خامنه‌ای و زده تو دهن روحانی و زده تو دهن ظریف و این توافق نامه بهترین توافق نامه. بابا جون، مردم ایران بهترین کادر اوباما بهتون داد. شما تهون قرار داده ببینید توافق رو. گفته چی؟ خامنه‌ای اجازه نداره تو سوریه دخالت کنی. رعایت حقوق بشر رو باید انجام بدی طی این 6 ماه و انرژی اتمی رو هم باید بذاری کنار. خب مردم، کادو از این بهتر یعنی چی؟ یعنی اگر ریختی تو خیابون حق نداره شما رو سرکوب کنن. خانمی که روسری سرته دوست نداری روسری رو بنداز دیگه. خامنه ای هیچ غلطی نمیتونه بکنه، دنیا پشتیبانتونه. بابا جون، روسری رو بنداز، بیا دنبال آزادیات تو خیابون. حزب کمونیست که داره بهتون میگه مردم چرا خوابین؟ الان فرصت درگیری با احزاب و اپوزیسیون ها نیست. بابا جون، الان وقت آزاد کردن ایرانه. چرا فرصت ها رو از بین میبرید؟ مردم ایران، چرا فرصت ها رو از بین میبرید؟ الان بهترین فرصت ریختن تو خیابونا و مطالبه حق و حقوق به حق خودتونه. این همه کودک خیابانی، این همه زن تنفروش، این همه جوان معتاد، این همه کارگر بیکار. بابا برید دنبال مطالبات و حقوقتون، ببینید که کدوم اپوزیسیون کمکتون میکنه. طرفداری چه بکنی؟ فرصت بهتون داره، دنیا بهتون فرصت داد. توی 6 ماه بیاد خودتون رو نشون بدید. اگر آزادی میخواید، اگر آزادی نمیخواید تو این رژیم رو دنبال چید؟ برید دنبال کارهای خودتون. بابا جون، دنیا بهتون فرصت داد. این توافق نامه بهترین لجام به دهن خامنه و سپاه پاسداران و اطلاعاتی و بسیجا. دیگه هیچ بسیجی اجازه نداره به یه خانمی که نمیخواد حجاب رو رعایت کنه بهش میگه مثلا تو سر صورتش یا بره نمیدونم بازداشتش کنه. آقای سیاسی، الان موقعی طرفداری از حق و حقوقته. آقا خانواداری که بچهاتون مفت مجانی اعدام شدن، بریزید تو خیابون حق و حقوقتون همه را مطالبه کنید تو همه 6 ماه. الان وقتشه بابا، بریزید تو خیابونا. چه وقت سر کله زدن با آقای کاظم نیکخواست؟ الان فرصت سر کله زدن با اپوزیسیونا نیست. الان موقع براندازی رژیمه. چطور مردم ایران؟
کجای کاری؟ مگه گرسنگی خفتون نکرد؟ مگه گرد و خاک اذیتتون نکرد؟ مگه آب آلوده اذیتتون نکرد؟ هم شما رو میگم، هم جنوب رو میگم، هم شرق و هم مرکز و هم غرب رو میگم. ملت ایران بابا جون بلند شید، چطوره؟ کجایی؟ چطوره اینقدر سرکنه علکی میزنید؟ الان فرصت براندازی این رژیمه. الان بهترین لجام زده شده به دهنش، هیچ حق دست بلند کردن بر هیچ کسی رو نداره. ازش تعهد گرفتم، این نامرد بی غیرت روحانی الان این تمام دنیا ازش تعهد گرفت. این تعهد نامه است، این ننگ نامه که الان اینا امضاش کردن، این بهترین تعهد در مقابل شما. کی دیگه این فرصت گیرتون میاد؟ به خدا محاله دیگه محاله این فرصت گیرتون داد. الان وقت براندازیه این رژیمه. جناب کاظم نیکا، اگر هم دلست خدا حافظ شما. تشکر میکنم، ممنون.